که قدرت یا از طرف ضعف عالم ظریف میبخشه یا عالم قدیم میبخشه. ولی این دو تا اثر مختلف داره، دو تا تعریف مختلف. کسی که مثلا یک مثال بزنم، وقتی که مغول ها آمده بودن اینا یک این نوع پس نمیگم، فقط خواستم بگم که این که کلی میگن که شما ببخشین این درست نیست. ماندلا از قدرت بخشید، ماندلا تمام مبارزاتش رو کرد، تمام کاراش رو کرد، بعد بخشید و اون گفت که چیز ساز به اصطلاح ترانسپرنس باشین و شفاف سازی کرد و فلان کرد اونا. ولی این دلیل نمیشه که هر آدم ضعیفی بعد از این دوتا سیلی خورد ببخشه و بچهش رو کشتن ببخشه و بگه من مثل ماندلا هستم، من مثل گاندی هستم. این دو تا مسئله فرق، او از بیچارگیه، بخشش دو من از بیچارگیه. ببخشید که وقت داری فرموشی، چون ارسلان تا حالا صحبت نکرده رو بفرمونم. در ادامه دو طرف داریم بحث بخشش. اون طرفی که قرار بخشیده بشه، اون چیزی که شما بهش گفتیم راجب صحبت این رزان به اون مقدام میشه در بندی بحث پیشگیری که شکوفه مطرح کرد، کی در واقع میخواد ببخشه؟ یعنی کی خودشتون موقعیت قرار بده بخواد ببخشه؟ قربانی؟ قربانی که نیست، از بین رفته کجا میشه این کاری کرد؟ اصلا من فکر میکنم بخشه یعنی چی؟ بحث شکوفه بحث تموم کنیم، ما چند نفر میگم که نوبت داریم، حالا این بحث رو میتونیم که بحث 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 ببینید شما پروسه که گفتید پروسه پاسخگوییه، من به نظر پروسه بخشش نمیدونم. اون چیزی که برها پروسه که توی آفریقای جنوبی گذشت، یکی از اول مثال ها بود و بسیار یعنی ضعف ها و قوت های داشت، آدم باید بتونه بشینه واقعا دانش داشته باشه، بتونه از هر دو طرف هم انتقادی بشه، یکی مثبت و منفی شده. اون پروسه ای که داشت بسیار پروسه لازمیه که داشته باشه، دقیقا همینی که میگیم طرف بیاد پاسخگو باشه، حقیقت در بیاد و همه اینجور چیزا هستش. ولی اسمش رو بخشش گذاشتن، بخشش یک مفهوم، یک ولیو داره. خب بخشش یک ارزش، یک ارزشی داره که من فکر میکنم که جایگاه این بخشیدن مثل این میمونه که ما بخواییم با کلمه بخشیدن طرف رو از مسئولیت اینه که این کارا رو انجام داده خلاص بشه، صاف بشه و دیگه سافر نکنه. نه، حتی کسی هم که میبخشه خودش خلاص نمیشه. اگه بخواهم از بزن من رو فکر برگردنم از اول تیک برگرد، شما گفتین که کسی که میبخشه خودش راحت میشه. این مبنای این بحث برای اینکه آدم ببخشه برای اینکه خودش راحت بشه، برای خود راحت شدن، مبنای غلطیه. برای اینکه اونایی هم که درگیر خواهان انتقام هستن میگن که وقتی انتقام گرفته میشه من راحت میشم، تا وقتی که طرف زنده است من خواب ندارم، کسی که طرف داره تو کپیتول خانش میرسن. مسئله نیست که من راحت بشم. من یکی از دلایلی که من برای ضد انتقام دارم اینه که یعنی چی من باید راحت بشم؟ اصلا فکر به من برمیگرده. اگر که فرزندم کشته شده، این فرزندمی که زندگیش ازش گرفته شده، درسته که منم هستم، ولی مثلا راحت شدن من نیست. از اینجا شروع کردن اینه که من بگم چه میذاره چه خواهد شد، ما میتونیم به هر دوتاش بریم، یا ببخشیم یا بریم دنبال انتقام. بر هر فکر میکنم که هیچ کدوم از اینا پاسخ به جنایت علیه بشریت نخواهد بود، پاسخ درست به جنایت علیه بشریت نخواهد بود. و ولی اون پروسه هایی که صورت گرفت توی اونجا، پروسه ای که توی مثلا توی گواتمالا صورت گرفت که رئیس جمهورشون رو با آخر سر به دادگاه کشوندن، پروسه ای که بذاری و این حقایق رو بیاری بیرون، برای حضور اون دردها ارزش قائل بشی، جایگاه اجتماعی قائل بشی. اجتماع به نقش خودش، جامعه، تمام کسایی که همکاری کردن، کسایی که سکوت کردن، کسایی که
اسلحه دستشون بود. یعنی تمام جامعه به یه خودآگاهی تاریخی برسه. اینا همه پروسه های جاسوسی ساختنه، ولی پروسه بخشیدن نیست. من کلا این رو از توی این قضیه میکشم بیرون، از پروسه جاستیس، پروسه بخشش یا انتقام نیست. این دوتا رو یه جوری باید کشید بیرون. بحث رو تو باید بیرون. مرسی. ما دیگه نزدیک ساعت دقیقای آخر این بخش از برنامه من میشیم. کسانی که موندن، بهنام هستش، سیروس، سلولوز، آقای شمس، سلولز، سلولا. و اگه لطف کنی که راه بفرمایید که دیگه من برمیگردم به مثلا مفهوم دیگری که دنبال اون تعریف شرکیت کردیم. وقتی ما شروع میکنیم به پذیرش دیگری، شروع کردیم به محدودیت کردن، به محدود کردن خودمون، به نسبتی که ما دیگری رو بیشتر به رسمیت میشناسیم آزادی های خودمون رو کمتر میکنیم خب این یه واقعیت. شاید ما دوست نداشته باشیم کار بکنیم، ولی به دلیل نیازیه که به دیگری بریم، باید این کار بکنیم مجبوریم. در ابتدا نیاز مادی بوده، بعد همچون که رابطه پیش رفته نیاز فکری، معنوی، روحی، روانی پیدا میشه که ما این کار رو انجام میدیم. حالا برمیگردم در واقع به مثالی که شما برای اون آرایشگر زدید و اینا. حالا اون مثالی که شما زدید خوشبختانه میشد با اونجوری به اصطلاح مدیریتش کرد ولی ببینید همیشه نمیشه این کار کرد. واقعا بستگی داره به قوانین اون جامعه، بستگی به فرهنگ اون جامعه داره. شما ببینید در همین جامعه کانادا در نظر بگیرید، مسئله عید قربان مثلا، کسی بیاد بگه آقا من میخوام گوسفند بکشم با همون شیوه که قاصرم گردن گوسفند رو باید ببرم طبق مراسم خودم. خب و وقتی جلوی اینو بگیرن، این بگه که مثلا فرض کن اینجا یک تبعیض آشکاره این قضیه، ما نمیتونیم این قضیه رو بگیم به خاطر اینکه طرف ما پذیرش دیگری داریم میکنیم این باید این کار بکنه. اینا خیلی مسائل حساسیه و واقعا بستگی داره به قوانین اونجا. خیلی طبیعیه که عدالت در اینجا باید اتفاقا اینه بگه که عرف اینجا، قوانین اینجا اینه که نباید به گوسفند مثلا فرض کنیم این فشار آورد. حتی گوسفندی هم که برای خوراک کشته میشه فرم دیگری داره، کار دیگری میکنه، همینطور که تو دانمارک اخیراً اینه گفتن که ما دیگه اجازه نمیدیم که حتی کشتن مرغ بخواد به این وسیله باشه که جامعه اسلامیون تو دانمارک دوست دارن اینجوری کشته بشه. یعنی این مشخصا فشاری که به حیوان میاد و این غیر انسانیه به اصطلاح. من خودم این تفکیک که من خیلی ظریفه در نظر بگیم. سلیمان بگم. در مورد از نظر روانشناسی به اینکه اونجایی که من اطلاع دارم، البته ممکنه در شرایط فعلی یک مقداری بناس دلایل این تعریف رو جوری دیگری زیادش کرده باشن. انسان ابتدا نسبت به خودش مسئوله. یعنی ما مسئول در روال خودمون هستیم. به طور مثال باید نیازهای اولیه خودمون رو ما برآورده کنیم. و حتی در چیز یه مثلث مزلوی هست در روانشناسی که نیازهای اولیه انسان هست تقسیم بندی شده. نیازهای اولیه، بعد احساس امنیت و آرامش، بعد عشق، بعد خودشکوفایی، چند تا بالاترش. یعنی زمانی که در جامعه ما در نیاز اولیه باقی میمونیم، یعنی نیازهای اولیه ما برآورده نمیشه، مثل مثلا فرضاً بعضی از جوامعی که نیازهای اولیهشون حتی برآورده نمیشه، یا در مرحله امنیت ندارن مثل کشور خودمون، ماها در همین مرحله باقی میمونیم. یعنی در مرحله خود بودن و در نتیجه اون رشد شکوفایی که نیازمند یک انسان هست ما در اون زمینه رشد نمی‌کنیم. و اون زمانی هست که ما در خودمون این رشد می‌کنیم، وقتی که نیازهای اولیه در جامعه برآورده شد، مسکن، خوراک، نیازهای اولیه اینه، نیازهای فیزیکی. و اون نیاز امنیت و آرامش که ما حداقل در کشور خودمون به عنوان مثال نداریم، ما در خیلی از این زمینه‌ها متوقف می‌شیم. و اون چیزهایی که رشد انسانی باید باشه در ما رشد نمی‌کنه. یعنی مسئولیت نسبت به جامعه، این که از خودمون غیر از خودمون هم جامعه وجود داره. برای همین هست که خیلی از زمینه‌ها وقتی میگن در ایران یک سری از خصوصیات رشد نکرده به صورت انسانی، ما فکر می‌کنیم در اون مرحله مقدار متوقف شدیم. این از نظر روانشناسی یک همچین تعریف وجود داره. در نتیجه این ریسپانسیبیلیتی که ما نسبت به دیگران باید داشته باشیم برمیگرده به اون رشد انسانی ما.
چون انسان مراحل مختلفی در رشد و رشد درونی شخصیتی داره که به عوامل گوناگونی از آن جمله عوامل اجتماعی بستگی داره. وقتی ما در اون مرحله رشد کردیم، اون وقت نسبت به جامعه و دیگری هم ریسپانسیبیلیتی داریم، یعنی مسئولیت داریم. ولی یه مسئله هم که هست، من فکر کنم اینجا باید این مثلا در نظر گرفته بشه، ما وقتی میگیم دیگری، دیگه باید ببینیم دیگری در چه جایگاهی قرار داره، در چه جایگاه انسانی قرار داره. هیتلر هم دیگری است. آیا من در این مواقع باید بیام بگم هیتلر یا نمیدونم در جمهوری اسلامی سرانی که این همه کشتار میکنن، آیا باید به عنوان دیگری در نظر گرفته بشه؟ به عنوان حقوقش، یک حقوق انسانی در یک حدی دارن، اما ما در اینجا وقتی به عنوان یک زندانی هستیم، من در چه جایگاهی قرار دارم؟ در جایگاه یک زندانی. من باید ابتدا منافع اون زندانی رو من حمایت کنم و در اون جایگاه قرار داشته باشم. من نمیتونم بیام در این مقطع بگم شکنجه‌گری که اعدام میکنه، حکومتی که اعدام میکنه، این تمام این کارا رو میکنه، پس در اون جایگاه من بیام منافع اون رو خیلی در نظر بگیرم. ما به نظر من تفکیک منافع داریم. آیا در جهت منافع مردم هستیم یا در جهت منافع سرکوبگران؟ من فکر کنم در این بحث باید این مسئله در نظر گرفته بشه. البته اشاره کردم وقتی بحث بازجویی داشتم گفتم به این قضیه اشاره شد، بحث مسئولیت. حالا در پایان حتما بیشتر توضیح میدم. ما دو نفر دیگر رو لیست داریم و بحث رو تموم میکنیم. سیر شما صحبت میکنیم. من خیلی سریع دو تا موضوع مطرح شد بود هستم یکی اینکه وقتی که شما در رابطه با مسئله قدرت و مادرتون صحبت کردید، خب در رابطه فردی و در رابطه های گروه های کوچی ممکنه آدم بتونه در رابطه با قدرت یک سری راه هایی رو بره که این توازن در یک حال هوایی به وجود بیاد. ولی وقتی شما میبینید در سطح کوپریشن های بزرگ توی سیستم گلوبال سرمایه‌گذاری، مثلا شرکت مثلا فایزر تو آفریقا، شرکت مانسنتو توی هندوستان، مسائل سود و اینها معامل در مقابل اونها فقط گروهی امکان پذیره. و حالا من اینو میبرم توی اون بحث دیگه که در رابطه با اول انقلاب شد، اینکه ما از دوگماتیزم گذشته خودمون نباید بپلتیم توی این ور اکستریم. در واقع واقعیت اینه که در تشکیلاته که انسان ها میتونن مقاومت کنن، ولی نکته مهم اینه که در مقابل تشکیلات این استقلال فردی، این که خود فرد ایندیپندنت از بقیه بتونه فکر کنه و اینکه تشکیلات این رو نبره. و این توازن خیلی مهمه. این به نظر من چیزی که ماهایی که از زمان انقلاب آمدیم عمده ترین چیزی که یاد گرفتیم اینه که استقلال فردیمون رو در هیچ شرایطی نباید دست بدیم، اگر تو تشکیلاتی هم میخواییم باشه. یعنی در هر تشکیلاتی critical thinking یک اصل. من آخرین نفرم؟ پس مثبت. بله بله، نه نه نه، از این وره. برای همینم مثبت‌ترینش رو انتخاب میکنم. محمد و حسین میگن که اون صلح گلوبال امکان پذیر نیست، شاید، ولی صلح درون امکان پذیره و ما نمونه هاش داریم، مثل گاندی هستش، ماندلا، مادر ترزا، دالائی لاما و خیلی دیگه. و میبینیم که چه تأثیری اینها روی رفتار اجتماعی گذاشته میشه و مهمتر از همه تأثیری که روی آگاهی جمعی میذاره که از 100 تا قرارداد صلح بیشتر اثر داره. مسئولیت نسبت به خود یه چیزی که شاید فرد فردیت نباید از بین بره، درسته؟ و مسئولیت به خود وجود داره، یعنی ما باید خودمون رو بسازیم، همه اینا سر جاش. کاری که شاید در واقع من فکر می‌کنم که اون نکته‌ای که داشتم اینه که این خود و دیگری ساختن که اول خودم بعدن دیگری یا اول دیگری بعدن من، از این دایکاتومی، از این دوتایی که هی در کنار هم برداشته، اول این باشه بعد اون باشه، کدوم اگر کدوم اول کدوم در دومه، اینجوری نگاه نکنیم. اگه ما اینجوری نگاه نکنیم به رابطه با دیگری، رابطه متفاوت برقرار خواهیم کرد.
پاسخ دادن به دیگری به معنای نیست که من فردیت خودم رو از بین ببرم. این فردیت منه که پاسخ بود به دیگریه. این نیست که من اینجا از بین رفتم. و برای اینکه بتونم به دیگری پاسخ بدم، لزومش این نیستش که من اول تمام اون شرایط اون مسلح رو مثل رو تیک کرده باشم و حد علاش رسیده باشم و بعد وقت از اون تو به بعد بتونم پاسخ بدم به دیگری، وگرنه نمیتونم زندگی انسانی داشته باشم. خیلی جالبه، یعنی یک چیزی که شاید کانتر اینتویتیو باشه و اونم اینه که دقیقاً جایی که بحرانیه توی پروسه جنگ، توی پروسه زیرش، توی زندان، توی پروسه انقلاب، اونجایی که حتی بقای آدم میره کاملا در لحظه خطری که ممکنه بمیره، میبینیم که آدم ها شاید راحت تر ببینیم که بهش فکر کنن پاسخ میدن اول به دیگری و یک رابطه انسانی برقرار میکنن. این گذاشتن این مرحله بندی کردن ها مانع این میشه که ما این اون آگاهی ethical consciousness رو درونی بکنیم و توی لحظه لحظه زندگی اون زندگی بکنیم. یعنی من اون چیزی که من میگم نافی چیزی که شما میگید نیست، نافی فرد نیست، نافی ضرورت بقا نیست، بلکه حضور اون رابطه دیگرگونی در کنار این چیزهای این فرد بودن و بقا داشتن. مرسی، مرسی. بحث دیگری و فلسفه لویناس بسیار پیچیده است و در زمان خودشم اگر من اشتباه نکنم چه که من تصدیق کنم لویناس فهمیده نشد به خاطر پیچیدگی بحثش. از طرفی هم میشه گفت ساده است، هم میشه گفت پیچیده است. حالا این کتابی هستش که در ایران منتشر شده و کشف دیگری همراه با لویناس، کسانی که علاقمند هستن میتونن از ایران تهیه کنن. خیلی نثر فارسی قشنگی داره، من بسیار لذت بردم این کتابو و خیلی کمک کرده فهم لویناس و درک دیگری. مرسی از حضورتون و مشارکت فعالتون. ما بحث بعدیمون راجع به آموزش فرهنگ صلح هست، گفتگوی آزاد هست و یه 10 دقیقه دیگه شروع می‌کنیم. یه 10 دقیقه استراحت داریم. ببخشید قضا شما کتابی که بهش اشاره کردن؟ حالا کتاب یا همین در حقا مقاله که بحث رو نه کتاب و نه مقاله که بحث رو باش شروع کردن خودتون میشه اینو بفرستین شهرنگی در اختیار مقاله خوب و خیلی فرهنگ ساده شد. خیلی ممنون از شما. 10 دقیقه دیگه لطفا.